سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم در مورد گام صحبت کنیم. به طور کلی تنوع گام ها خیلی زیاده و اگه من بخوام همه رو توی یک ویدیو توضیح بدم زمان خیلی زیادی خواهد گرفت. تو این ویدیو در مورد گام ماژور و گام مینور صحبت میکنیم، اما اول از همه بریم یه تعریف در مورد گام ارائه بدیم. گام توالی یک سری از نوت هاست که تحت الگوی خاصی کنار هم قرار میگیرن. معمولا یک گام از یه نوت مشخص شروع میشه. مثلا من از دو شروع میکنم، نوت ها رو پشت سر هم طی میکنم، سول لا سی، و دوباره به همون نوت میرسم. این میشه یک گام. حالا ما دو مدل گام اصلی داریم، گام ماژور و گام مینور. گام ماژور گامیه که توی این نوت هایی که چیده شدن توی گام بین درجه یک، دو، سه، درجه سوم و درجه چهارم نیم پرده فاصله وجود داره و همینطور بین درجه هفتم و درجه هشتم هم نیم پرده و بقیه درجات که با کمان نشون میدم یک پرده ای هستن. ببخشید بابت خط زیبای من، واقعا عذرخواهی میکنم. خب پس گام ماژور گامی شد که از دو شروع شد، میتونه از هر نوتی شروع بشه. من اینجا از دو شروع کردم. از دو شروع شد، به ترتیب نوت‌ها رو رفتیم، دو، ره، می، فا، سو، لا، سی، دو. بین یه سری از نوت‌هامون که باشه دو با ره، ره با می، فا با سول، سول با لا و لا با سی یک پرده فاصله وجود داشت و بین دو گروه نوت ها می به فا و سی به دو نیم پرده فاصله وجود داره. خب این میشه تعریف گام ماژور. حالا اگه بخوایم گام مینور رو بسازیم، من دوباره نوت ها رو از دو می نویسم، همینطور پشت سر هم بدون اینکه توجه خاصی داشته باشم به اینکه چه روابط فرکانسی بینشون وجود داره. یکم داره صعود میکنه عدوارتو. حالا این دفعه اگه بخوام گام مینور بسازم از همون نوت دو، کافیه که فاصله نیم پرده یامو بین نوت دوم و سوم و نوت پنجم و ششم قرار بدم. تو این حالت گاممون گام مینور میشه. مثلا الان بین دو باره یک پرده میگیرم، کمان میذارم، ولی بین دوم یا سومی نیم پرده میگیرم. برای اینکه نیم پرده بشه کافیه که این می رو بمولش کنم. اوکی؟ می بمول به فا، خب همون یک پرده درست میشه. فا به سول یک پرده درسته. پنجمی کدومه؟ یک، دو، سه، چهار، پنج. بین پنج و شش باز باید نیم پرده باشه. چون سول بالا یک پرده فاصله دارم، پس من میام لا رو هم بمول میذارم تا این هم نیم پرده ای بشه. یک دوم، یک دوم، بقیه شون یک. خب الان تو ادامه میبینیم که بین لا به مول و سی باید یک پرده فاصله باشه، ولی اینجا یک و نیم پرده است. پس میام سی رو هم به مول میکنم تا این داستان فرمولمون درست در بیاد و اینم بشه یک پرده. و نهایتا توی گام مینور به درجه هفت و هشت مونم همچنان یک پرده فاصله وجود داره که اینجا هم به همین شکل است. گام ماژور و مینور میتونن از هر نوتی ساخته بشن و اسم اون نوت رو به عنوان اسم اون گام در نظر بگیم. مثلا بگیم دو ماژور، یا بگیم ره ماژور، یا بگیم ره مینور، یا بگیم سول مینور. مهم روابط فاصله ایه که بین اون نوت ها وجود داره. حالا این فاصله ها توی گیتار به چه شکلن؟ شما فرض کنید که
روی فرت 5 هستین و یک نوت رو گرفتین. اگر فقط از فرت 5 به فرت 6 برین، این میشه یه نیم پرده، مثلا مثل می به فا روی گیتار رو سیم 2. ولی اگه من از فرت 6 به فرت 8 برم، اینجا میشه همون فا به سول که یک پرده است، یعنی دو فرت رفتم جلو. پس به همین سادگی ما میتونیم فرمول رو یاد بگیریم. گام اون شد توالی یه سری از نوت ها که تحت الگوی خاصی کنار هم قرار میگیرن و از یه نوت شروع میشه و به همون نوت دوباره ختم میشه. این دوتا نوت اصطلاحا میگن با هم فاصله اکتاو دارن. اکتاو از همون 8 میادش، یعنی به معنی 8. 1 2 3 4 5 6 7 هشتمین نوت گام. توی گام های ماژور همه فاصله هامون یک پرده ای هم، به جز دو گروه فاصله، می به فا بین درجه سوم و چهارم و سی به دو بین درجه هفتم و هشتم. توی گام مینور همه درجه هامون فاصله شون یک پرده ایه، به غیر از فاصله دوم به سوم و همینطور فاصله نوت پنجممون به نوت ششممون که اینا یک دوم پرده است یا نیم پرده ایه.